بعد از یه مدت خیلی طولانی، این اولین ویدیویی که دارم به فارسی تو کانالم منتشر میکنم. همونطور که میدونید شراب های فرانسه خیلی معروف هستن. امروز هم اومدیم یه شهری توی جنوب غربی شهر استراسبورگ تا چند تا شراب رو امتحان کنیم. من عاشق این نمای این خونه ها، این نما و این خونه ها مخصوص این منطقه آلزاسه. خب همه جا هم پر از واین و شرابه. اینجا هم دوباره یه جا دیگه کم جلوترم، جای مختلف، جای قدیمی پر از دوچرخ سوار و البته ماشین. اینجا هم که سوغاتی میفروشن. این پرنده ها معروف هن واسه این استان. اومدیم داخل این مغازه کلامت نشون دادم، ببینیم چه چیزه بامزه ای دارن اینجا. اینه قسمت های از هری پاتر میمونه. مرباهای مختلف، اونور آبجوهای مختلف، و کلی چیز قشنگ دیگه. فقط ببینید قیمت ها چقدر گرونه. یک کاسه به این شکل 14.5 یورو، یا اینا 25 یورو. این لیوان ها 16.90 یورو، یا این ظرف ها 40 یورو. خیلی گرمه بچه. اینو نگاه کنید چه باحاله. بعد اون برمیگرده پایین، برمیگرده دوباره شروع میکنه برمیسته. خیلی بامزه است. بچه ها اینجا رو ببینید چقدر قشنگ و زیباست. واقعا قشنگه. خب من نشستم اینجا میزمونه با این ویو. ببینید چقدر ویو قشنگی داره اینجا. باید نگاه کنید این معماری ساختمان قدیمی. دوتا آیستی لیمو جینجر گرفتیم تو این فضا. چرس. بچه ها این آیستی مزه آب میده، کاملا آبه. 3 یورو بابت این دادیم. این غذایی که سفارش دادیم، این غذا مخصوص همه منطقه است، بهش میگن کیش، که گوجه و موزارلا. این هم دونه 14 یورو. با لیمونات، حالا لیمونات که نه، چای سرد با طعم لیمو 3 یورو، جمعا 17 یورو. تو اینجا تو شهر داره یه اتفاقایی میفته. موزیک و جای باحالیه. وای این کوچه ها رو ببینید چقدر قشنگه. خیلی قشنگه اینجا. سگا اینجا یه جورایی مثل یه بازار میمونه که توی کوچه تنگ و بامزه درست کردن. اینجا هم یه کافه دیگه هست. این چه کافه بامزه یه؟ این تای کوچه هستی کافه هست. برگردیم بریم برسیم به شرابمون.
باشه، هرچی از قشنگی و زیبایی این شهر بهتون بگم کم گفتم. البته تقریبا همه شهرهای کوچیک این منطقه همین شکلی هم، ولی خب قشنگ هم. اصلا این کافه رو ببینید اینجا چقدر حال میده. بریم یه 10 دقیقه دیگه این سمتی بریم، میرسیم به اون شرابه، شراب فروشیه. بچه ما بالاخره رسیدیم اینجا، این جایی که حالا بهش میگم واینری. اینجا رو ببینید، اینجا پارکینگ هم داره، از اینجا ورودیشه. ببینید اصلا جای نشستن داره یا بیشتر فروشگاهه. بچه ما اومدیم اینجا، جای نشستن هم دارن ولی اینجاش خیلی دارکه. از ما هم ترجیح دادیم برگردیم اون کافه گوگولیه که دیدین نظره ربتر، بریم اونجا بشیم. نمیم قیمت هاست، حالا میبینیم پینو بلان، نمیدونم پینو نوار، ببینیم به این شکل. بعد اونجا هم مثل چیزا خوشگل داره. اون پایین بود جای نشستنش، خیلی دارک بود، در همه ما ترجیح دادیم که نشینیم دیگه، بریم همون کافه بشینیم. خیلی قشنگ تر و کیوت تر بیدن. نمیدونم چیه، بچه ها ما یه بطری شراب از اینجا، شراب سفید گرفتیم که بریم خونه امتحانش کنیم. بزن الان بهتونه نشون بدم، با یه دست امتحان از این تو درش بیارم بزنم بهتونه نشون بدم. یه دونه بوتری شراب سفید پینو بلان گرفتیم از اینجا. دقیقا بوتری شبیه خود این بوتری هست اینجا. من یه چند تا عکس اینجا بگیرم بذارم واسه کاور ویدیو. ما اینجا دوتا تیکه کیک گرفتیم با یه سری کافه، همون کافه هست که زودتر بهتون نشون دادم و قبلا بهتون نشون دادم، ولی ما بیرون نشستیم چون هوا خیلی خوبه. این کیک هبیچه، اینم چیز کیکه، با دوتا هم کافه کنار نیومده. بچه این تیکه چوب رو بهمون دادن که بدونن ما سفارشمون چی بوده، مثلا شماره 5 رو میدونن سفارش چی بوده. اینم قهوه من و یکی قهوه. چقدر پیشدستی هاش خوشگله، اینو نبرد. سینیو نمیدونم چی کار کنم. خب اینم از شرابمون، اومدیم خونه و گذاشتیمش فریزه. یه سن اینجاش یخچست بود، بعد با اینا هم اسمشون اپقوله، اپقو، بریم بازش کنیم ببینیم چطوره. یه چم از زن گوشی میذارم روی این سپایی. مزه شیرینی داره، یه ذره هم گسه و من خیلی دوستش دارم. این پیشنهاد میکنم اینو حتما از نشونتون بدم دوباره. پینو بلو، تجربه جالبی بود. ممنون که تا اینجا نگاه کردید. سابسکرایب و لایکتون نره. تا ویدئوی بعدی خدافظ.